این همون کباب بال پنیری که بهتون قولش رو داده بودم میبینید پنیرا داخل بالاست و در حال کباب شدن با این مرینید جادویی مطمئنم که یه بال کبابی خوب خواهید من ارز میکنم خدمت شما رو عزیز امروز میخوام یه بال خوشمزه یاد بدم وقتی که درست میکنید وقتی که خورده میشه سپرایز میشید چرا؟ چون به خاطر موادی که داخلشه و یه مرینید متفاوت که خیلی پرطرفدارم هستش خیلی ساده است ولی تکنیکاشو بهتون آموزش میدم بال شق قمر رو قبلا یادتونه بهتون آموزش شدم اون واقعا سخت بود ولی این یه مقداری سختیش از اون کمتره اما خب خیلی ها درستش کردن بریم فقط اولین کاری که میکنم برای اینکه مواد اولیه رو بهتون نشون بدم مواد اولیه رو میزنم مایه رو درست میکنم بعد میریم سراغ آموزش برشش خمیر سیر داریم اگه خمیر سیر نبود اینا برای یک کیلو بال مرغه خمیر سیر نبود چهار حب سیر تازه استفاده میکنی اینم پودر اسموکیه تو ایران بهش پودر دود, دود میگن بهش کلا طعم دودی میگیره تو ایران مایش هم هستش ولی اینجا پودرش هم میتونی تو آمازون ای بی به راحتی پیدا بکنید بهش میگن اسموکی پادر طعم مختلف داره من طعم سیر و دودش و فلفلش رو انتخاب کردم خب پس این شد از این آویشن داریم آویشن خشک شده رزماری داریم آب لیمو داریم نمک داریم این پودر لیمو امانیه پودر لیمو امانیه که همه فروشگاه های ایرانی عربی و ترکی هم دارن میتونید تهیه کنید تخم گیشنیز فلفل سیاه و روغن مایه و همینطور سرکه این پیاز نداره برای اینکه بتونیم موادش رو درست بکنیم برای چاشنی از سرکه و آب لیمو استفاده میکنیم هالومی چیز داریم پنیر هالومی که تو ایران هم هست اجزایی هم که خارج کشور هستن بهترین پروداکتش هم برای ترکیه از ترکیه یاش خیلی خوبه اگه خواستید میتونید تهیه بکنید قابلیت رو حرارت موندن بیشتری داره فلفل دلمه زرد قرمز آبی هر رنگی دوست میتونید استفاده بکنید این از این بیام سراغ مواد اولیه خیلی زود کارمون انجام بدیم اینا همه برای یک کیلوه یه قاشق فلفل سیاه فایده نشده اینم پودر لیمو امانیه هر وقت خواستید بخرید مزه کنید تلخ نباشه نصف قاشق چای خوری این ترشی و تلخی کنار همه خیلی خوشخوراک میشه آویشن اینم آویشن خشکه که به راحتی همه فروشگاه خارجی هم دارن یه قاشق کامل آویشن بهش میزنیم رزماری اینم به اندازه یک قاشق من حالا یک قاشق چایخوری این از این تخم گیشنیز این یک قاشق چای خوری سرخالی بله پرم نشد که نمیشه پرش گرستن خب میام سراغ نمک پایه نمک اونو درست میکنیم برای یک کیلو تقریبا ده گرم نمک نیاز داره حالا من یه قاشق چایخوری پر میریزم این از این خب این خودش این پودر خودش داخلش هم فلفل داره هم سیر داره هم پاپریکا پادر داره اینا همه توشه بخواید میتونید راحت تهیه بکنید یعنی چیزی که به راحتی در اختیارتونه این از این حالا اینو من بذارم کنار مواد خشکمون رو به این صورت خوردش میکنیم فقط باید اینا شکسته بشه از اون حالت درشتی در بیاد پودرش هم نمیخوام بکنم همین که له میشه و مش میشه تمش برای مرینیت کردن در میاد حالا کارمون تموم نشده روغن مایه رو بهش اضافه میکنیم به اندازه یه سکان بعد اینکه روغن مایع رو اضافه کردیم آب لیمو چه شود داره ساخته میشه مزمون سرکه از آب لیمو یه مقداری کمتر این هر کدوم یه قاشق غذاخوریه یک دو سه تا قاشق هم سرکه و مهمتر از همه خمیر سیرمون اینم یک و نیم قاشق خمیر سیر بهش اضافه میکنم این موادمون آماده شد میاریم اینجا موادمونو این از این این مواد یه مواد کاملا حرفه‌ای و خوشمزه است اینم از پودر دودیمون اینم اضافه میکنیم بهش میبینید رنگش قرمز رنگ شد تقریبا به خاطر پاپریکا پادریه که توش داره این از این حالا اینا رو جمع میکنم میریم سراغ برش کنیم دو تا سبکی اینو من درستش میکنم یه دونه با پنیر یه دونه بدون پنیر اگه خواستید بدون پنیر درست بکنید این باله یه برش به این شکل با دستتون ببینید اینجوری یه برش میزنید عمقی به این شکل حالا برش میگرده به این طرف یک دو و سه تا برش وقتی که چاقو رو دیگه آخرش ول می‌کنی بری داخل گوش و بروش برش ایجاد بکن این از این اما این استخونا رو بهتون بگم این استخونا رو میبینید بال دو تا استخون داره یه دونه درشته یه دونه ریزه اونی که ریزه میمونه برای اینکه بالمون دفرمه نشه اونی که درشته رو درش میاریم که از اون فضا با پنیر برای پنیر استفاده کنیم خب ببینید اوسط بال به این شکله یه مفصلیه جداش میکنیم به این شکل این مفصل باز میشه برمیگردیم این طرف همین کارم دستمون رو اینجا میذاریم این فاصله رو پیدا میکنیم یه خطم اینجا میندازیم اینم از پایین باز میشه به این شکل دومین کاری که میکنیم میایم اینجوری این استخون رو میتونی از نزدیک بگیری این استخون فقط با چاقو اونم چاقو رنجر با چاقو میخندی خانم من میخنده با چاقو رنجر اینجوری میکشی میاد پایین لینکش هم براتون میذارم اگه خواستید بخرید تو ست ستایی هست فقط به استخون ببینید داره جدا میشه میبینید به راحتی تمام اطرافش رو این کارو میکنیم میام قسمت پایینی استخون رو پیدا میکنیم و مفصلای دورش رو آزاد میکنیم خیلی راحته هیچ کاری هم نداره میبینید این مفصلام آزاد شده حالا کاری که میکنیم این استخون کوچیکه رو باش کاری نداریم استخون بزرگه رو میگیریم یه عقب جلو یه چپ و راست بعد به این شکل پوشتو میکشیم میره رو به پایین و استخون در اومد بیرون خب برای اینکه مطمئن بشیم چیزی داخلش نمونده ببینید اینا خورده استخونه اگه در بیاد ممکنه دندونمون رو حتما داخلش رو میگردید که چیزی داخلش نباشه به این شکل ببینید کامل یه حفره ایجاد شد خب دیگه زیاد لرزریش نکنیم خب همین یه دونه فکر میکنم کافی باشه دیگه زیاد وقت فیلمو نگیرم حالا همه رو این کارو میکنم الان اینا رو این کارو کردم میبینید همهشون در اومده به این شکل آماده است این از این همه اینا کجا میرن مستقیم میرن تو این مواد مرینیدمون حالا دستمو فعلا بهش نمیزنم حالا اونایی که تو ایرانن اگه میخواید اینو درست بکنید من مواد تشکیل رو بهتون میگم چیه همون اسموک لیکوید یا همون مایه دودی کردن رو میگیرید پاپریکا پادر سیر خشک و پودر پیاز بهش قاطی میکنید و همچنین فلفل قرمز این مواد رو میتونید خودتون درست بکنید ولی من پودرش رو آماده گرفتم و راحت و بی حالا این از اینجا یه دونه از بالا رو مثلا میزارید، اندازه میکنید باهاش اینم از پنیرمون پنیر هم سعی میکنیم یک مقداری کوچیکتر از بال بگیریم به این شکل و مربع های این شکلی در میاریم که این پنیر ها هم داخلش میذاریم حالا میذارم اینا مرینیت بشه درشون میارم و یه دونه براتون سیخ میزنم برای فلفل دلمه این هم از فلفل دلمه اما فلفل دلمه رو دوست دارم اسموکی بشه دودی بشه رو آتیش برش های نازک میزنیم به این شکل برش های نازک کوچیک میزنیم و اینا رو هم داخل بالا میکنیم مواد هم مرینیت میکنم و بعد معمولی ها رو که برش سخت بهشون زدم اینا رو هم به صورت کج به این صورت سیخ میکنیم الان اینا رو سیخ کردم آماده است به این شکل کج بزنید قشنگتر تو پختش هم خیلی بهتره چون فضای بیشتری داره از همدیگه جدا و ما بینشون هم میپزه برای دیزاین سیخ نیستش اینو همیشه توجه بکنید خب یه دونه اینه من درست کردم ببینید به این شکل در این کار آماده یه تیکه پنیر میره توش یه فلفل دلمه این فلفل دلمه هم لباش میسوزه به اسموکی شدنش کمک میکنه خب این از این و میام یه تی یه دونه براتون سیخ بزنم ببینید این یعنی الان من این پنیرها رو دو قسمت کردم یه سری درشته یه سری کوچیکه این اون درشته است یه دونه پنیر به این شکل فشار میدیم تا انتهاش بیادش میبینید این الان پنیره کامل این توه خب میبینید این هم پنیر حالا اگه تیکش خیلی بزرگ شد میتونید این تیکه رو جدا بکنید این از این این رو جدا میکنیم یه دونه هم فلفل دلمه این هم با ضربه زدن اینن جگر سیخ کردن یادتونه یاد دادم بهتون با ضربه زدن به راحتی از تو بال در میادش بیرون حالا اگه خواستید میتونید برشه زبدری هم روی این بزنید یه خط اینجوری یه خط اینجوری اگه دوست داشتید حالا نیازی هم نیست چون این عینن آب خوردن میپزه پس این شد از سیخ کردنش حالا همه اینا رو آماده میکنم وقتی که سیخ گرفتم بهتون نشون میدم برای اینکه تو وقت صرفه جویی کنم اینا رو من سیخ گرفتم حالا برای سیخ گرفتنش ببینید از قسمت انتهایش پنی رو نمیخوایم بهش آسیب برسونیم فقط اینجا رو تاچ بکنه بیاد بیرون از نوک کافیه بذارید اول من یه دونه فلفل دلمه بزنم البته برای قشنگی دنیم نداشتید نزدینم مهم نیستش خب اینم از این و از انتهایی ترین قسمتش میاد بیرون بال ما آماده شد و میریم برای صرف کردن فقط مطلبی که باید توجه بکنید اینه موقع پختن یه فاصله میدید بهش خب پس دقت بکنید هنگام پختنش فقط اینا رو فاصله بندازید موقع پختنم هم فاصله دور میگیرید به آهستگی بپزه حرارت رو زیاد نمیکنید. این از این دیگه میریم برای پختنش بیرون تاریکه شاید همونجا باتون خدافزی کردم دیگه نشه فیلم ادامه دادش دمتون گرم میریم پای گاز اومدیم تو حیات هوام تاریکه ببخشید دیگه بعد بادم بزنم ببینید شعله رو همیشه باد بزنید به خصوص با این کباب پزا میگن چرا چون کبابتون رو مخص پخت میکنه نمیذاره که یه قسمت بسوزه و قسمت دیگه نسوزه در مورد این آهنی هم که روی منقل انداختم همیشه هم من سوال میکنن کمک به بهتر پخته شدن کباب میکنه حرارت رو بیشتر میکنه و از حرارت مستقیم جلوگیری میکنه و خیلی کاره دیگه هم انجام میده این از این باله داره آماده میشه و ببینید این بر بیام تاریک میشه نور نمیفته به این شکل کبابمون دیگه کم کم داره آماده میشه پنیرا رو ببینیم بریم سراغ پنیرا پنیرا رو میبینید هیچ مشکلی براش پیش نیامده چون پروداکت خوبی استفاده کردم و نوع پنیر خوبی هالومی بهترین پنیره برای اینکه حرارت زیاد ببینه دوستتون دارم و به خدای بزرگ میسپارمتون امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد و موفق باشید این همون کباب بال پنیری که بهتون قولش رو داده بودم میبینید پنیرا داخل بالاست و در حال کباب شدنه با این مرینید جادویی مطمئنم که یه بال کبابی خوب خواهید داشت. بال پنیری ما, ما آماده شد پنیرها ببینید کاملا پخته فقط تنها خواهش که خانومم دارم به من نگه که چربی داری چربیت میره بالا نخور آدم آدم با چربی خون مثل یه مرد میمیره اینو میزنیم جاتونو خالی می کنیم دوستتون دارم به خدا میسپارمتون